شوه اخبار جزئیاتی بیشتر از ویروس نیپا که دانشمندان درباره خطر آن هشدار دادند هنوز جهان از چالش رویارویی با ویروس کرونا و پیامدهای مخرب آن بر زندگی و اقتصاد خارج نشده که دانشمندان مجددا درباره ویروس جدیدی به نام نیپا که از کرونا کشنده تر و خطرناکتر است زنگ خطر را به صدا درآورده و نسبت به خطرات این اپیدمی جدید هشدار دادند دانشمندان ویروسشناسی 24 ساعته گذشته درباره ویروس جدیدی به نام نیپا که باعث نوعی بیماری همگیر که به مراتب از پاندمی کرونا شدیدتر و خطرناکتر است هشدار دادند به گزارش روزنامه گاردین دانشمندان تحقیقات علمی درباره ویروس نیپا که به گفته آنها میزان مرگ و میر ناشی از ابتلای به آن تا 75 درصد تخمین زده شده و هنوز واکسنی برای پیشگیری از آن ساخته نشده را آغاز کردند منبع و منشأ ویروس نیپا نام ویروس نیپا برگرفته از نام شهری در مالزی و همچنین ویروسی که در پرونده های سازمان جهانی بهداشت به عنوان یک بیماری همهگیر و کشنده توصیف شده است این ویروس از خفاش ها و خوک ها نشأت گرفته و سلول های تنفسی را هدف قرار می دهد دانشمندان از بازگشت قریب الوقوع این ویروس که انتظار می رود در صورت گسترش از ویروس کرونا کشنده تر و خطرناکتر خواهد بود هشدار دادند در سال 1998 در مالزی ویروس نیپا جان 105 نفر از تعداد مبتلا به این ویروس را گرفت این ویروس قادر است که به سلول های انسان و حیوان به خصوص در خوک ها و خفاش ها که به خفاش های معروف است وارد می شود خفاش های در یمن سومالی سودان آفریقای مرکزی و غیره به وفور یافت می شود در ویدیوی تحقیقاتی که در سال 1999 درباره این ویروس تهیه شده توضیحات بیشتری درباره شناخت این ویروس و خطرات ابتلای آن که اکنون مقامات بهداشت جهانی درباره آن هشدار دادند ارائه داده است اولین مبارزه جدی علیه نیپا در سال 2018 آغاز شد و در آن سال بیش از 700 مورد ابتلا به این بیماری از ماه می 2018 تا آخر همان سال ثبت شد که 50 تا 75 درصد از مبتلایان جانشان را از دست دادند. طبق گفته متخصصان خطر شیوع ویروس نیپا در بین انسانها بسیار کمتر است از میزان قربانیان کرونا. مناطقی در آسیا به دلیل گرم سیری تنوع زیستی بالا از شمار بیشتری از بیماری های ویروسی جدید برخوردار است این مناطق جای امنی برای مجموعه بزرگی از عوامل بیماری زاست که احتمال پیدایش ویروس جدید را بیش از دیگر مناطق افزایش میدهد همچنین رشد جمعیت انسانی و افزایش تماس بین انسان و حیات بخش در این مناطق نیز فاکتورهای خطر را بالا میبرد طی تحقیقات جدید دانشمندان با نمونه برداری از خوفاش ها ویروس جدیدی را کشف کرد دانشمندان علاوه بر کشف ویروس کرونا همچنین به بیماری های مرک دیگری پی بردند که می به انسان سرایت کند. یکی از این ویروس ها نیپا است که طبق تحقیقات نرخ مرگ و میر ناشی از شیوع این ویروس از 50 تا 75 درصد متغیر است. خفاش های میوه خار میزبان طبیعی این ویروسند. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی ویروس نیپا در فهرست ده عوامل بیماریزای این سازمان قرار دارد. دلایلی برای خطرناک بودن این ویروس وجود دارد. دوره طولانی مدت نهفتگی این بیماری از 14 روز تا 45 روز است. این مدت طولانی فرصت کافی برای یک میزبان آلوده به ویروس را میدهد تا آن را گسترش دهد حتی با وجودی که از بیماری خود مطلع نیست. امکان ابتلای طیف وسیعی از حیوانات با این ویروس وجود دارد که احتمال شیوع آن را افزایش می دهد. همچنین امکان انتقال این بیماری از طریق تماس مستقیم با غذای آلوده وجود دارد. فرد مبتلا به ویروس نیپا ممکن است علائم تنفسی همچون سرفه، گلودرد، درد و خستگی، التهاب و تورم مغز را که می تواند باعث تشنج و مرگ شود را تجربه کند. دیدار محرمانه احمدی نژاد با مشتبه خامنه ای و یکی از فقهای های شورای نگهبان یک روزنامه کویتی گزارش داده بود که محمود احمدی نژاد با مشتبه خامنه ای و با یکی از فقهای های شورای نگهبان در منزل حداد عادل دیدار و گفتگو کرده است هدف از این دیدار این بود که با جلب رضایت رهبر جمهوری اسلامی راه برای شرکت احمدی نژاد در انتخابات 1400 هموار شود یکی از نزدیکان محمود احمدی نژاد این دیدار سه ساعته را تکذیب کرد جمعه گذشته الجریده کویت گزارش داده بود که ظاهرا محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران در منزل غلام علی حداد عادل با مجتبی خامنه‌ای درباره مشکلات کشور و احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری 1400 دیدار و گفتگو کرده است. مشتبا خامنه ای داماد حداد حد عادل است. در آخرین دوره انتخابات ریاست جمهوری که به پیروزی حسن روحانی ختم شد، محمود احمدی نژاد نیز کاندیدا شده بود اما شورای نگهبان صلاحیت او را تایید نکرد. عباس علی کت خدایی سخنگو و از اعضای شورای نگهبان در مرداد سال جاری بار دیگر اعلام کرد که افرادی که قبلا رد صلاحیت شده تایید صلاحیت نخواهند شد. از جرید یک وید نوشته است که دیدار احمدی نژاد با مشتبه خامنه ای در فضای دوستانه برگزار شد. به یک روایت احمد خاتمی و به روایت دیگر محمد رضا مدرسی یزدی از فقه های شورای نگهبان هم در این جلسه در منزل حداد عادل حضور داشتند. بر همین اساس مشتبه خامنه ای احتمال داده که پدرش مانند سابق با نامزدی احمدی نشاد مخالفت نکند. فقیه شورای نگهبان هم برای جلب نظر خامنه ای در صورت حصول توافق در این جلسه حضور داشته است. ظاهرا توافق هم حاصل شد از احمدی نژاد خواسته شد که افرادی را که دارای محکومیت قضایی هستند یعنی دو تن از نزدیکان او محمد بقایی و اسفندیار رحیمشایی را در دولت بعدی به کار نگیرد کودک همسری 9000 دختر زیر 15 سال در تابستان ازدواج کردند آمار ازدواج دختران 10 تا 14 ساله در تابستان امسال نه تنها از آمار ازدواج همین گروه سنی در تابستان گذشته بیشتر است بلکه حتی نسبت به بهار امسال افزایش یافته است بر اساس گزارش مرکز آمار ایران که روز دوشنبه 12 بهمن درباره وضعیت اجتماعی و فرهنگی ایران در تابستان 1399 منتشر شده در تابستان سال 99 در مجموع ازدواج 9058 دختر 10 تا 14 ساله ثبت شده است در همین مدت 180 8 دختر 10 تا 14 سال طلاق گرفتند. تعداد ازدواج های دختران 10 تا 14 سال در زمستان 98 8016 ازدواج بود. بر اساس آمار دیگر همین مرکز 346 نوزاد در بهار گذشته متولد شدند که مادران آنها کمتر از 15 سال داشتند. همچنین دختران 15 تا 19 ساله نیز 16 فرزند به دنیا آوردند. معاونت امور زنان و خانواده دو سال قبل لایحه حذف تبصره مربوط به ازدواج دختران زیر 13 سال را به دولت ارسال کرد اما این لایحه مانند طرح مجلس برای کاهش کودک همسری و افزایش حداقل سن ازدواج به هیچ نتیجه این نرسید مصوم ابتکار معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده میگوید سالانه سی هزار ازدواج دختران زیر 14 سال در کشور اتفاق میافتد او چند ماه قبل در رشته توییت هایی به اقدامات دولت برای جلوگیری از کودک همسری اشاره کرده و مدعی شده بود با وجود این گفته ها ازدواج دختر بچه ها تنها کاهش که بیشتر هم شده است طرح اصلاح ماده 1041 قانون مدنی که به طرح کودک همسری شهرت پیدا کرد روز 4 مهر 97 در مجلس مطرح و یک فوریت آن تصویب شد بر اساس تبصره ای این طرح حداقل سن ازدواج در دختران 16 و پسران 18 سال تعیین شده و ازدواج دختران زیر 13 سال ممنوع اعلام شده بود کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح را رد کرد و حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی در توضیح این اقدام اعلام کرد که این طرح به دلیل کامل نبودن آن رد شده است اما نمایندگان کمیسیون زنان از فشارهای خارج از مجلس برای بینتیجه گذاشتن این طرح خبر دادند تمرکز اصلی این طرح بر کاهش آسیب‌های فراوانی است که رابطه جنسی و حاملگی اجباری بر دختران زیر 13 سال وارد کرده و در مواردی جان آنها را تهدید می‌کند حامیان طرح بارها اعلام کردند که این طرح باعث افزایش میانگین سن ازدواج در کشور نمی‌شود و با سیاست‌های جمعی و باربری دیکته شده توسط علی خامنه رهبر ایران مغایرتی ندارد. با این حال این طرف در نهایت به نتیجه این نرسید.